من بسیار دیدم. من قدیم شده چند بار خود چای خورده دید. نون خورده دید. آفت کرده دید. چه آدم زن آقای؟ آدم هایی بودن. این چی که موبایل. اینجا نه فرده نه خراب. نیگون کتگی میکرد؟ نه. این خیلی کتگی. شهر سالگی به مهان بود با همینجی تک چنار دیده مایل شده. کتگی این خیلی نبود. خوب این که بلوی چه پشواز گرتیم. ای بلو پخت کاری هست. همون چه پشواز گرتیم خوب تک چنار. همین قدر که من میدونم من نوال بودم را. اومدن همسری کفری شدن. سال هفته دو چندون باشد. من چای کردم نان کردم. من اربان گفتنی آدم باشد. همجا با. کلانی خلاق بود. بعد گفتن که مرزا آدم زیر هستی دو. یکان چیزی نکرد که دهم جایی دادگاه هستون که از شما نشانه مانه هست. بعد مرزا خیلیستن خیلی بسادرم با گفتن که نیه. آبوبتان اگر زمانی میشد کتاب های من بیکار میشد زمانی میشد مثلا گریم گپ های من بیکار میشد اگر دولت برایش مناسب بنازه بعد از سر من دولت برایش همین چیزی پرسه میشد آدم زیر بودم اصلا چون که من آسیا افریقا همه هم شده بی جنگ گپ کتی من کی خیلی میکنم من حاضر بینید که همین یرو خیلیم گرفته نمیدو اونکه بی جنگ بی هم گپ کتی همین که مملکت های کنی کرم میگرفت سال 1924 وقتی که اولین مکتب سویتی در کلکتا کشاده شد مرا پدرم از مکتب کوهنه یعنی از پیشی دامولا گرفته و مکتب نوغوه معلم وقتی که انکیت پر میکرد از پدرم پرسید که پسرتان چند ساله شد پدرم گفت که زمین جمیش قرطا کدام سال بود معلم گفت که زمین جمیش قرطا سال 1907 بود پدرم گفت در جواب معلم گفت که بعد از 4 سال زمین جمیش این پسرم تاب بود از همون من فهمیدم که من سال 1911 تولد شدم و معلم هم همین طور در انکیته من نوشت. شایی بود چی شعر رو نمیشتیست؟ جانی شیرین اما چی نمیشتیست؟ بخم نازم جانی شیرین کجا در تلاوی چی دست؟ برای همون طرف خطاب از خرده با
شما نمیگه میرزا تورسون‌زاده کی بوده؟ شاعر خلقی تاجیکستان. چیو نوشتن؟ اثرهای وی من نمیدونم که خدم خدمت برای تاجیکستان کردم. خدمت بسیار کرده یه آدم خوراشون رئیسی وای بدون رئیسی کمیتیتی دوستی خلقی آسیا و افریقا بفکرم شعرهای بسیار نوشتگی آخر موضوع دوستی بفکرم موضوع دوستی سلام باشد خوستان من در کشور هندوستان بودم اونجا در کشور هندوستان خلقی برای کشور حصار شهر حصار رو میدونم اما دوشنبه رو نمیدونم بعدا ما برایشون گفته بودیم دوشنبه پایتخت تاجیکستان اینا از روی تورسون‌زاده شده رو بشناسم میرزا تورسون‌زاده по-моему это писатель какие книги его читали я сама не тажичка я поэтому не читаю в школе вот проходили помню Турсузанде знакомое что-то а книги даже не читала знаешь кто этот Сино кто такой а Турсузанде میرزا تورسون‌زاده کی بوده؟ نکی نمیدونم. یا گونجا نشونه دیدم. پیساتیل و سیو. نه. پایت پامویم. من مخلصی گیم اشهدی میرزا تورسون‌زاده بودم و هستم. خواسته شعبت یا لفظ اگر بردهان شکر گردد مار از خانهش بدر گردد من به همین گفتنیم که مردمی تاجیک باید از این شعبت های حضرت تورسون‌زاده استفاده کنند و در گفتار و رفتار و در همه روزه حیات هر روزه خودشان همیره سرمشق خود دانند همچون یک آدمی صلح پرور صلح دوست و همچون یک آدمی به معرفت بیرق ملی تاجیک شناخته می شود مرزا تورسون‌زاده شناسنامه ملت تاجیک بود در جهان از همه بزرگتر بودن از همه معاصران خودمان و شوروی چهره درجه یکم بودن معلم و بسیار شاعرای روس حسد هم می بردن که یک تاجیک آمده است و شخصیت اول شده در شوروی و واقعا حق و حقوق این رسالت داشتن خودشان هم مردی بزرگ بودن، هم دانشمند بودن، هم جوانمرد بودن، هم سخی بودن، هم دریادل بودن، هم وطن دوز بودن، هم یک کس یک شعر بیندین، نوی خوب می نویشت اگر می بالیدن. ولی از رفتن این استاد وقت کم گذشته است و ما خواننده ها و شاگرده استاد حالی هستیم و تا وقتی که یک شاگرد استاد هست، یک خواننده آشنای استاد هست، ایشان زنده هست. اما با مرور رفتن وقت و با گذشت ایام من خیال میکنم که استاد تورسون‌زاده همون جا و مقامی را خواهند داشتی داشتم مخصوصا من چند سال در مجله صدای شرق کار کردم اون وقت بودم قریب هر روز از پگاهی همراه بودیم و بیگاهی فقط در باره ادبیات صحبت میرفت یک غمخوری مخصوصی که بی‌غرضانه بسیار مهربان بودن دلسوز بودن من همه خیلی در پیش نظر من یک تجسم می‌افتاد خلق بر شعری تر و بر گرمی دیدار او چون بر اقلیمی وطن بسیار عادت کرده بود هر کجای بود تورسون‌زاده میرزا خلق بود هر کجای خلق بود میرزای تورسون‌زاده بود آن که می پرسد مرا آن شاعری ممتاز کو تا جوابش را بگردانم مرا آواز کو من نمی گویم که او از دار دنیا رفته است جای او در دیده بود اکنون به دلها رفته است در کودکی در سن 6 سالگی از خانه رفتن کس
و وقتی که من سرشون رو شونه میکردم در یک کنجی سرشون یک زخم بود دویم یک کواکی بود. من گفتم این چی هست؟ میگوید مادری اوگای. وقتی که میگوید نان گفتم همونجا هیزوم بوده است. هیزوم سری من با پرتفت و سرم خونشور شد. زنی ظالم بوده است که اونکس از خانه گریختن تا به شهر نو اومدن به خانه یتیما. سال 77 ماه می به همین مکتب مخصوص با التماس من اونکس اومده و بچه ها صحبت کردن گفتن مثلا گناه تو چیست؟ برای چی در این مکتب هستی؟ و یک بچه گفت که پدر من مایه پرتفته رفت. بعد من از بی همسایه گرفتم و دوشنبه رفتم که پدرم رو یاوند و من برای از دوزیم داشتم. بعد خندیدن، بسیار خندیدن، گفتن پسرم غم نخور. من هم سینی 12 سالگیم با از همسایه خر دوزدگی کردم. بای خر رو فروخته بر رفیقم به همون پول به اینترنت رفتیم. این حیات تو را داغ نگفتن. همون شخصی که اون کس همون خرا دوزدگی من میشناختم و هم خیلی از دیو گذشتگی علاقه وقتی که وام میخوردن همه وقت میخندیدن که میگفتن که تو راضی شدی از همون خرا دوزدگی و میخندید گفت که هزار بار راضی. بعد از سالهای جنگ شب برق کم بود در کوچه بوزی کرده از خاطرم فراموش کرده است که مسئله هایی که دادن وظیفه حل نکردم. شب تاریک شد چراغ نیست. اومده جویم خواب رفتم. نیست پیشا بیدار شدم. تصور کردم که پگاه معلم من به چی میگوید و آیسته آیسته گریه کردم سر کردم. آوازی منم گریه این منم پدرم شنیدند و اومدن که چی شد؟ کسل شدی؟ چی کو کرد؟ من گفتم که همینطور و دیر اومدم از کوچه با بوزی مشغول بودم. پگاه من معلم به چی میگویم؟ اون کس گفتن که خیز از جایت سری میز نشستن و گوگیر درگیرانده گوگیر درگیرانده سری من می ایستادن من می نوشتم و همینطور یک مسئله رو حل کردم. ولی پگوهی وقتی که مکتب اومده دیدم هر یک جمله ها کج رفتند از بلو سر کردم کج پایان رفتند برای که تاریک بود. منم یکی از بچه های شوخ بودم. یکی همون در مکتب مجلس پدر و مادران با جهاز دیگه بودن با فکرم بسیار سخنوی سخت شدن در حق من خفه شدن بسیار از مجلس برآمده و من یکان سخن نگرفته به طرف خونه رفتم. من پسشون رفتم سونی پسیدم داده و چی گفت شد آخر؟ یه گفتن پسرم من توی از این مکتب نگرم و مکتب شوفر ترالیبوس بمیمونم. حیران شدم گفتم چرا پدر شوفر ترالیبوس بمیمونید؟ همین ترالیه بود گفتن سیم به بستگی نه این طرف نه این طرف گردانده نمیتواند گفتن. بعد به خانه آمده پرفیل من گرفتن و کنی پسرم در پرفیل چی داری معلم و شکایت گفته چپا کنن از پرفیل یک دنیا همین دیتالوی الکتریکی و سیم و چیو بجای دفتر و همون برابط سونی جان کردن. خیلی گفتن پسرم این کارات بد نیست لیکن خوندنم در کار آخر مادرم جمع میکردم حتی کسی ها میدوختن که من اونجا نمانم یا اون چیز نبیارم از کوچه اون کس لیکن میگفتن که خیلی ما همین یا اون انجینیر میشده گیست. مادری ما بسیار زنی عاقل بودند. توی ما میگفتن که من طاقت میکنم همه اون روزهایی که شما نیستید من با فرزند ها همه همون مسئله های خوجگی حل مسئله های خوجگی همش در دوش اون کس بود. پدرم بسیار مادرم را حرمت میکرد. پدر به خانه در آمده میخندن بعد مادر گفتن که اقدر میخندید شما چی گپ شد؟ بعد خندیده همین کفش کشادن که در همونجا نشانه قهرمانی مهنت سوسیالیستی خوبه. سونی گرفته به سینه مادر و چسباندن گفتن که نسب این نشانه گفت خدمت خودت هست. در پشت لبش میگفتن خال داشت معلم ترسونزاده من همینجاشون خال داشتم از مادرشان میراث بسیار زیبا بود است و همون قیافه چهره گرم معلم از زیبای مادرشان است گرم روی و زیبا چشمای خوش رو
جادو در معرکه‌ای که نمایان میشد تبسم در لب همه پیدا میشد. اونقدر جذابیت داشتن، اونقدر صمیمیت داشتن، اونقدر نورانی بودن که در هر جایی که می آمدن کدورت و خصومت و میزا و همه چی از بین می رفت. یه مردی خود میرواندن احتیاطکار و غمخور دورندیش بودن بسیار لایقه شیر اولینش مگز به های بلند دادن احتیاط میکردن که این در آینده شاعر بسیار مشهور میشود هر کدوم موبا یک خیلی مناسبت پدرانه و برادرانه همه که داشتن بعضت من سرزنش میکردن همونم بسیار دیپلمات بودن سخت گر نمیزدن با احتیاط آینده همون آدم برباد نرواد گفته همون احتیاط کرده گر میزدن چقدر شاگر جمع کردن چقدر اثر نو پیدا شد همه هم کتاب هایی که هم جوانان مینوشتن اون کس میخوندن فکرشون میگفتن استاد مهربان پدر غمخور راهبر نفس استاد اینجور یک خصلت بسیار جوانمردی و زیبایی پرستی داشتن یک بار گفته بودن در صحبت سیمیون لیپکین این نویسنده این شاعر و ترجمان بسیار معروف روس کی یا گرجوس شتو مای اوچینیکی لوچیچینیا من افتخار دارم که شاگردان من از من بهترن و اینا سیمیون لیپکین در سری تابوت استاد گفتن و گفتن که هر مرد و هر شاعر و هر جوانمرد اینجوری قائل نمیشود هرچند که هیچ کس باور نداشت که از استاد بالا است اما استاد همین چیزا بسیار جوان مردانه میگفت گفتن که مومن شاه برادر بعد از سر ما معلوم نیست که از این شعر ما چی باقی میماند عمر ما در مبارزه گذشت برای تاجیکستان برپا کردن و برقرار کردن برای ننگ و ناموس ملی در جهان خیلی مبارزه بردیم زمانه دیگر شده است شما کمتر دیگر خیلتر نویسید اما راهی کمتر نو کردن شعر خودی معلم به ما دعا دادن خورسن بودن حسد نمی بردن می گفتن که عمر شعر من عمر من بخادار است تا جایی که شما اگر یک چیز خوب آفریده توانید اگر شاگردای من یکان چیز خوب از من خوبتر آفریده توانند اگر عمر من در عمر شما باقی می ماند ایجادیات من در ایجادیات شما پرواز می شوید می کشید می برید به یک جا شما کوشش کنید که شعر شما در عروج و در بلندی برج ایفل باشد. معلم تورسون‌زاده تفکر شعر اینا و سر کرده بودن و خودشان شاگرداشان به همون راه هدایت کردند. شعر اگر در کوتاه بگیم وضع شعوری است. وضع شعوری معرفت هستی است. کشف علمی نیست شعر. یک سخنی رو همه ما یک چیزی رو همه ما میبینیم شاعر آنچنان میبیند که ممکن ما ندیدیم و معرفت شاعری در همین است. این بعضی هایی که میگویند که شعر تورسون‌زاده شعر نیست به نظر من هنری محض را شاعری میگویند وقتی که هنری محض را شاعری میگویی یعنی شکل پرست هستی شاعری وضع است وضع شعور و روحی است و در بسیار موارد تورسون‌زاده شاعر است مثلا اونجا که میگوید دیدم در بمبئی باغ معلق چون بهشت با قلم تصویری آن را که تواند کس نویشت و همین تصویر باقی معلق میاد اونجا تورسون‌زاده بیگمان شاعر است و در مواردهای دیگر که از همین حالتی مثلا روانی و روحی آدمی در شکل آرمانی سخن میگوید تورسون‌زاده بیگمان شاعر است اون کسی هم شو بیاد اگر چشماشون کلان کلان کردنش رو کش میکردن و یک جواب به حرکت نگاه میکردن
یا دریا با نگاه میکردن یا دیوار با تصویرهایی که در شعر باید بیاد همون تصویرها رو فرض کردیم که لنت کینو یا یک چیز دیگر همون تصویرها رو در دیوار خالی میدیدن بغیر از ینگامولو در وقت شعر نویسیشون هیچ کس دیگه حق نداشت که پیش اون کس درآید فرزنداشون نمیموندن ینگامولو بسیار وای که بودن مرهم برای اون کس چای میبردن سیگاریت میبردن وقتی تا 60 سالگی شونن اونقدر سیگاریت زیاد میکشیدن که اینش رو تمام میکردن و جگرش وقتی شعر نویسیشون پیوسته سیگاریت میکشیدن اما خاکستردان هم اونقدر پر میشد لبشانه لب تارشانه میخوریدن همه خیلی خوریده بودن که همه جاش یک زخم پیدا شد من تنها این چیز خاطرم به هست که اطراف خانه در حولی میگشتند تمام شب میگشتند تا سحر میگشتند برای همین هم خانه همینطور ساخته شده است که در بین حولی است اطرافش راه رو است در همون اطراف راه رو میگشتند میگشتند ما از تریزه نگاه میکردیم سحری بر وقت ولی قدر اطراف بگشتند روزی که می نمودم روی ترا نظارم می خواستم که آرم از آسمان ستاره بر گوش تو آویزم آن را چه گوشواره می گشت اگر دلی من از ضرب ایش پاره در آرزوی وصلت می زیستم دوباره اثبات تا نمایم صدق و وفای خود را هم ابتدای خود را هم انتهای خود را می خواستم که باشد آغاز عشق مشکین جوشیده و دمیده ناآرمیده این دل چون موجهای دریا سر را زند به ساحل در خاک خون تپیده مانند مرغ بسمیل یا محو عشق گردد یا که به وصل نائل این آن مرام من بود ربطی نظام من بود خوابی حرام من بود شور و قیام من بود افسوس که نکردی یک بار امتحانم میشد دراز شاید در پیش تو زبانم نامی تو ثبت میشد در دفتری بیانم تا خیش را شناسم تا قدر عشق دانم تا این که نیت خوب بی عاقبت نمانم این داستان خود را تکرار می کنم من احساس عاشقان را بیدار می کنم من که همه صفت هایی که برای یک شخص بزرگ ضرور باشد همش داشتن و من یکان بار ندیدم که معلم از فکرش برگشته باشد سال 74 شرف رشیدوف رئیس هیئت شدن و رفتن کنفرانسی کشورهای آسیا و آفریقا کنسپسیه حرکت آسیا و آفریقا را باید که نمو میکردن بعد معلم که رئیس حرکت بودن و اعضای چکا که پیسیس نبودن نامید دچه خودمون قهر کردن ششتن اون کس اگر خفه میشدن یک گوشه برفتن میششتن و من کس یک کس به تلفن میکردن نه پیش یکان کس میرفتن شرف رشیدوف و میخانیزم کاری کشورهای آسیا و آفریقا نمیدوند گفته که من آدم کلان من فرمانتی هم همش جو میشد میرم فرمان میتین میشد رسکول چینی ها آمادگی میگه که اومن اتحاد شوروی چه حق دارد که در حرکت یک دلی کشورهای آسیا و افریقا اشتراک میکنند یک کشوری اروپایی و کشوری غاصب و یک کشوری نو استعماری هستیم بعد نکن این دعوی خطای کیج گردونده میتوند شرف رشید سری حساب شرگو میکنند سکه به تلفن میکنند سوست و بکی کار ویران
بعد از اینجا شرف رسوس تو تلفن میگه جبار سویش که مرزا گجو شده گه گفت که کنی پرسن تلفن کنن گجو گفت من داش باشتم معلم روبوی نوشته استادم گفتن که رفته بیارید رفته آورده میجه با گفتن که حاضر همین شب پرواز میکنید مسکو خودی همین شب باز قاهره میره چی گپ شده جبار سویش مسکو بروید اونجا میگویم من همونجا برفتن گشته برقرار کردن شخصیتی بودن که یک رهبری حزبی یک شخصیت شناخته وظیفه اون کسی اجرا کردن نمیتونست من یادم وقت یک بار مسکو با بودیم اون کسی خارجه و کدام یک مجلسی کلانی سور برفتن شون در کن فشار خونشان هم خیلی بلند بود که چشماشان هم تو خون گرفتگی بود من رفتن نمیتوانم گویم کسی گین زنگ داد که شما باید روید همین بیچاره رفته از همین داروخانه اتفاق نویسنده ها فرمودن داروی بسیاری واردن که ساوشان را پر کردن و رفتن بعد یک هفته آمدن گفتن که خیریت رفتن یک دنیا مسئله های درکاری بود که همونا ما حل کردیم نمی رفتم ناز نمی شد من همین خیلی آدم فداکار بودن غم خودشان غم سلامتیشان نمی خودن بچه هایی که همراهشان در یک خانه خوب میکردن میفتن که شبش کدی نالیش میکنن دردی سخت داشتن و لیکن به هیچ کس نمیگفتن و غم ادبیات میخوردن در منبرهای کلانی جهان برآمد میکردن انتلیگنتی درجه یکم درجه یکم پروتوکولی درجه یک در بین مردم می رفتن یک آدم عادی قطاری همه در قرطا می رفتیم در جای دیگر می رفتیم قطاری همه در غرم از مردم خودشان بالا نمی گرفتن لطیفه گویی می کردن ظرافت گویی می کردن ما می کنم که مردم تاجیک باید افتخار کنند خلق تاجیکی چنین فرزندی را به دنیا آورده که نام این ملت تا تمام جهان برداشته بودند اونقدر شهرت دادن خلق تاجیک شهرت استاد عینی در کجاست ریشه‌اش استاد تورسون‌زاده در شهرت جهانی دادن با اثرهای استاد عینی ترجمه کنندن تبلیغ کردن در کنفرانس‌های آسیا و آفریقا پیشنهاد می‌کردن موضوع عینی با پیشنهاد معلم تورسون‌زاده در یکی از کنفرانس‌های آسیا و آفریقا سه نفر فرزندان بزرگ شرق اعلام کردن رابیندرانات تاگور، تاخو حسین و استاد عینی. من یک اعتقاد فرزندی و شاگردی دارم به استاد بزرگوار مرزا تورسون‌زاده و مردانه میگم که نسل ما یعنی همسالای من در ادبیات در هنر در فرهنگ به شفاعت استاد یک قدم پیش نگذاشتند زمان نام تورسون‌زاده نام تاجیکستان بود یکی از ملاقات های آخرین ما این بود که یک قطعه خواندند من نوشتم گفتند که اینه چاپ نکن بر سر گورم بیایی ماست آیو ماست راو جام در این دست آو جام به دیگر دست راو بایت دیگرش یادم نیست یعنی ما هم پیر شدیم اما این قطعه در بایگانی من هست من ثبت کردم که فلان روز بود فلان تاریخ بود استاد اینطور فرمودن اگر نسل ما یعنی نسل سالهای شصتم به جای رسیده باشد به امداد و فاتحه و ارشاد استاد تورسون‌زاده رسید استاد قهرمان بودن قهرمان ملی سوسیالیستی بودن من این عنوان دیگر ترجیح میدم قهرمان ملت بودن اون وقت در باره ملت گپ نبود نسلی که
استاد ترسنزاده ساخت آفرید برای ملت خدمت کرد. گفت من تمام زنده باد روحی استاد ترسنزاده.